به سوی فانوس دریایی، نوشته ویرجینیا وولف، ترجمه صالح حسینی، قسمت 15. و روز بزرگ می شد و روز به گمانش با این عواطف عمیق رنج می برد و گفت که حالا دیگر آماده است و می توانند پایین بروند و یاسپر بیاید و بازو به بازویش بیندازد، چون دیگر برای خودش آقایی شده است. و روز هم دستمالش را در دست بگیرد، چون که خانوم شده است، و دستمالش را به او داد. خب دیگر چه؟ بله، ممکن است هوا سرد باشد، شال. به روز گفت شالی برایم انتخاب کن، چون این کار او را که مقدر بود رنج ببرد شادمان می ساخت. هنگام رسیدن به پاگرد پله ها کنار پنجره ایستاد و گفت اونهاشون دوباره پیداشون شده. یوسف بر بالای درخت دیگری آشیان گرفته بود. به یاسپر گفت فکر نمی کنی شکسته شدن بالشان را به دل می گیرند؟ چرا می خواست یوسف پیر و مریم بینوا را به تیر بزند؟ یاسپر روی پله ها اندکی این پا و آن پا کرد و احساس توبیخ شدگی کرد، اما نه چندان جدی، چون مادرش نمی دانست که شکار پرنده چه لذتی دارد. پرنده ها هم احساس نمی کردند. او هم که مادرش بود در بخش دیگری از دنیا زندگی می کرد. ولی یاسپر از قصه هایی که او درباره مریم و یوسف می گفت بدش نمی آمد. به خندهش می انداخت. پرسید ولی از کجا می دانی آنها مریم و یوسفند؟ خیال می کنی هر شب همان پرنده ها به همین درخت ها روی می آورند؟ اما مادرش در اینجا مثل همه آدم بزرگ ها ناگهان از او قطع توجه کرد. داشت به سر و صدایی که توی سرسرا برپا شده بود گوش می داد. در آمد که آنها برگشتند و یک باره به جای آن که احساس آرامش کند از دست آنها بیش از پیش رنجیده خاطر گردید. بعد از خود پرسید که آیا آن اتفاق افتاده است؟ پایین می رفت و به او می گفتند ولی نه، با بودن این همه آدم چیزی به او نمی گفتند. به همین جهت باید پایین می رفت و شام را شروع می کرد و منتظر می ماند و مانند ملکه‌ای که با دیدن اجتماع رعایایش در سرسرا نگاه تفقد آمیزی بر آنها می افکند و شرف حضور به آنان می دهد و در مقابل تعظیم و تکریم آنها بی هیچ سخنی سرتکان می دهد و مراتب وفاداری و خاکساریشان را به دیده قبول می نگرد، پایین آمد و از سرسرا گذشت و سرش را اندکی خم کرد. گویی آنچه نمی توانستند بگویند پذیرفته می شد. تعظیم و تکریمشان به زیبایی او. اما بر جای ایستاد. بوی سوختن می آمد. از خود پرسید نکند گوشت گاو را بیش از حد معمول پخته باشند؟ نه خدا را شکر. که صدای رسای زنگ موقرانه و آمرانه اعلام کرد که تمام کسانی که این سو و آن سو پراکنده بودند در اتاقهای زیر شیروانی، در اتاقهای خواب، روی آشیانه های کوچک خودشان و کتاب می‌خواندند و می‌نوشتند و در کار کشیدن آخرین شانه به موهایشان بودند یا دکمه های لباسشان را می‌بستند. بایستی دست از کارشان باز دارند و خرت و پرت ها را روی میز نظافت و میز آرایش و رمان ها را روی میز پاتختی و یادداشت های روزانه را که بسیار خصوصی بود رها کنند و برای خوردن شام در اتاق غذاخوری جمع شوند. خانم رمزی در همان حال که بالای میز بر جای می نشست و به بشقاب های غذا که دایره های سفیدی روی میز ساخته بودند نگاه می کرد، از خود پرسید آخر ببینم با زندگیم چه کردم؟ گفت ویلیام بیا بنشین پهلوی من. و به لحنی مغموم گفت لیلی بنشین آنجا. آنها آن را داشتند، پاول رایلی و مینتا دویل،
و او فقط این را: میزی بی نهایت دراز و بشقاب‌ها و کارت‌ها. در آن پایین شوهرش مثل کومه‌ای نشسته بود و رو ترش کرده بود. از چه؟ نمی‌دانست. اهمیت نمی‌داد. به عقلش نمی‌رسید که اصلاً چگونه نسبت به او محبتی در دل احساس کرده است. همچنان که برای مهمانان سوپ می‌ریخت، حالتی را در خود حس می‌کرد که همه چیز را پشت سر گذاشته، همه چیز را از سر گذرانده و از دایره همه چیز بیرون است. گویی گرداب کوچکی بود و آدم می توانست در میان آن باشد یا می توانست بیرون از آن باشد و او بیرون از آن بود. در آن حال که آنها یکی پس از دیگری وارد شدند، چارلز تنسلی به او گفت: بفرما اینجا آگوستوس کارمایکل. و نشستند. اندیشید: دیگر همه چیز تمام شده است. و در این میان بی عمل در انتظار کسی ماند که جوابش را بدهد یا در انتظار چیزی که اتفاق بیفتد. و همچنان که سوپ را با ملاقه می گرداند، اندیشید: اما این آن چیزی نیست که آدم می گوید. خانم رمزی که از این تفاوت ابروانش را بالا می انداخت، آن بود چیزی که فکرش را می کرد. این بود چیزی که انجام می داد. گرداندن سوپ با ملاقه. نیرومندتر از پیش احساس کرد که از آن گرداب کوچک بیرون است، یا چنان که گویی پردهی فرو افتاده باشد و از رنگ محروم مانده باشد. چیزها را آنگونه که هست می دید. اتاق بسیار فرسوده بود. در هیچ جای آن از زیبایی خبری نبود. از نگاه کردن به آقای تنسلی صرف نظر کرد. انگار هیچ چیز پیوند نیافته بود. همگی جدا از هم نشسته بودند و تلاش پیوند دادن و جاری شدن و آفریدن جملگی بر دوش او قرار داشت و باز هم بی حاصلی مردان را بی هیچ عدالتی به صورت یک واقعیت احساس کرد. چه اگر به تلاش دست نمی زد، کسی را پروای آن نبود. پس با دادن تکانی به خود، چنان چون تکانی که به ساعت خوابیده می دهند، نبض آشنای پیر به تپیدن آمد. چنان چون به تیک تاک در آمدن ساعت. یک دو سه. و به آن گوش داد و مانند کسی که از شراره ضعیفی با ورق روزنامه‌ای پاسداری می‌کند، نبض ضعیف را زیر بال گرفت. سپس در حالی که خموشانه به جانب ویلیام بنگز خم می‌شد، خودش را مخاطب قرار داد و این چنین نتیجه گیری کرد: بیچاره را باش که نه زن دارد و نه بچه و در خانه‌های اجاره‌ای تنها شام می‌خورد. مگر امشب. و از فرط دلسوزی بر او و از آن سبب که اکنون زندگی آنقدر نیرو یافته بود که بتواند دوباره به پیش ببردش، کار زندگی را باز از سر گرفت. چنان چون کشتیبان خسته‌ای که می‌بیند باد در بادبانش افتاده و با این حال نمی‌خواهد از نو بادبان در کشد و فکر می‌کند که اگر کشتی غرق شده بود، چرخ می‌خورد و چرخ می‌خورد و بر کف دریا می‌آرمید. به ویلیام بنگز گفت: نامه‌هایت را پیدا کردی؟ بهشان گفتم آنها را برای توی سرسرا بگذارند. لیلی بریسکوم می‌دید که خانم رمزی به آن ناکجا آبادی روان گشته است که دنبال کردن آدم‌ها در آن محال است. و با این همه رفتنشان چنان سوز سرمایی بر تن تماشا کنان می اندازد که تماشا کنان همیشه می کوشند آنها را دست کم با چشم دنبال کنند. چنان چون کسی که کشتی معف شونده ای را انقدر با چشم دنبال می کند که بادبانهایش زیر افق بیفتد و از نظر معف شود. لیلی اندیشید: چه پیر می نماید؟ چه فرسوده می نماید و چه کنارگیر. آن وقت همین که لبخند زنان رو به ویلیام بنگز نمود، چنان بود که گویی کشتی برگشته و خورشید از نو بر بادبانهایش تابیده. ولیلی به سبب آسودگی خاطر سرخوشانه اندیشید: چرا برو دل می سوزانم؟
چون وقتی به او گفت که نامه هایش در سرسراست، چون این حسی را ایجاد می کرد. انگار می گفت بیچاره ویلیام بینگز. انگار مایه ملالتش تا اندازه‌ای دلسوزاندن بر دیگران بود و دلسوزی برانگیزاننده جانش و عزم بازیستنش هم بود. و لیلی اندیشید این درست نیست. یکی از داوری‌های غلط خانم رمزی است که گویا غریزی است و برخواسته از نیاز خود اوست، نه از نیاز دیگران. ویلیام بینگز اصلاً قابل ترحم نیست. لیلی به خود گفت کارش را دارد. و ناگهان چنان که گویی گنجی یافته باشد به یادش آمد که خودش هم کارش را دارد. به چشم به هم زدنی نقاشیش را دید و اندیشید آره، درخت را در وسط قرار می دهم. آن وقت از آن فضای ناجور پرهیز می کنم. همین کار را می کنم. همین بود که پاکی جمع کرده بود. نمکدان را برداشت و باز آن را روی گلی در نقشینه سفره گذاشت تا یادش بماند درخت را جلو ببرد. آقای بینگز گفت عجیب است که از طریق پست چیز قابلی به دست آدم نمی رسد، ولی همیشه نامه هایش را می خواهد. چارلز تنسلی اندیشید چه مزخرفاتی می گویند؟ و در همان حال قاشقش را درست وسط بشقابش که ته آن را درآورده بود گذاشت، گویی آنطور که لیلی فکر می کرد بران شده بود که از خوراکش مطمئن باشد. در مدار او همه چیز حالت ثابت حقیری داشت، حالت نادلپذیری خشک و خالی. با این همه این واقعیت بر جای بود که بیزاری از آدم ها در صورت نگاه کردن به آنها تقریبا محال بود. لیلی از چشمای او خوشش می آمد. به رنگ آبی بود و عمیق و ترساننده. خانم رمزی پرسید آقای تنسلی زیاد نامه می نویسی؟ ولیلی فرض را بر این گذاشت که بر او هم دل می سوزاند. چه این حالت در مورد خانم رمزی مستاق داشت. همیشه بر مردان دل می سوزند، گویی چیزی کم دارند، و هرگز بر زنان دل نمی سوزند، گویی چیزی دارند. آقای تنسلی مختصر و مفید گفت به مادرم نامه می نویسم. غیر از آن خیال نمی کنم ماهی یک نامه هم بنویسم. چون نمی خواست از نوع مزخرفاتی حرف بزند که این آدم ها از وی می خواستند. نمی خواست مورد الطاف این زنان احمق قرار گیرد. در اتاقش سرگرم خواندن بود و حالا که پایین آمده بود همه چیز به نظرش احمقانه و سطحی و پوک می آمد. چرا شیکوپی کرده بودند؟ او با لباس معمولیش پایین آمده بود. لباس آراسته نداشت. از طریق پست چیز قابلی به دست آدم نمی رسد. حرفشان همیشه از این قماش بود. مردها را به گفتن چنین حرفهایی وامی داشتند. اندیشید آره همینطور است. از این سر تا آن سر سال چیز قابلی به دستشان نمی رسد. همش هی حرف می زنند و هی می خورند و کار دیگری نمی کنند. تقصیر زنهاست. زنها با فریباییشان، با حماقتشان محال است بگذارند تمدن به تحقق برسد. چارلز تنسلی خودی نشان داد و گفت خانم رمزی، فردا خبری از رفتن به فانوس دریایی نیست. از خانم رمزی خوشش می آمد، تحسینش می کرد. هنوز در فکر آن مردی بود که در آبگذر دست از کار کشید و به خانم رمزی نگاه کرد، ولی احساس می کرد که لازم است خودی نشان دهد. لیلی بریسکو اندیشید راستی راستی به عمرم آدمی بد قیافه تر از چارلز تنسلی ندیدم. چشمهایش به کنار، ولی تو را خدا این هم شد دست و دماغی که دارد؟ پس چرا به حرفش اعتنا می کرد؟ زنها نوشتن بلد نیستند، زنها نقاشی نمی دانند. چون این حرفایی که از او صادر می شد چه اهمیتی داشت؟ چون آشکار بود که خودش همین حرفها را درست نمی دانست، بلکه به دلیلی به نفعش بود که چنین بگوید و برای همین بود که می گفت. چرا تمامی وجود لیلی مانند گندم در برابر باد خم می شد و تنها با کوششی بسیار و تا اندازه ای هم دردناک دوباره از زیر این خاری کمر راست می کرد؟ باید بار دیگر آن را بسازد.
این از شاخه روی سفره، این هم نقاشی من. باید درخت را به وسط ببرم. مهم همین است و نه چیز دیگر. از خودش پرسید: آیا صلاح در این نیست که سخت به این بچسبم و از کوره در نروم و بحث نکنم و اگر هم میخواهم انتقام جویی کنم با خندیدن به او چنین کنم؟ گفت: راستی آقای تنسلی، بیا و مرا با خود به فانوس دریایی ببر. کشته مرده ی آنم.